مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه خواستار آتش بس فوری و پایدار بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه شد. در همین حال به دنبال تشدید حملات نظامیان اسرائیل بر نوار غزه، مقامات وزارت صحت غزه گفتند که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به بیش از 7700 نفر رسیده است. برای بررسی تازه ترین وضعیت در شرق میانه و جنگ اسرائیل و حماس در غزه، با سوران خاطری خبرنگار صدای آمریکا صحبت میکنیم که از شهر اربیل عراق تازه ترین خبرها را گزارش میده. سوران جان سلام، تازه ترین خبر از تلفات یا ادامه حملات زمینی و هوایی اسرائیل بر غزه چیست؟ درود بر شما نجیب. خب هرچی از جنگ به میگذره و احتمال حمله زمینی اسرائیل به غزه بیشتر میشه، در مقابل نگرانی ها هم از گسترش این درگیری به کشورهای دیگر منطقه افزایش پیدا میکنه و همچنین واکنش های منطقه‌ای. عصر جمعه هزاران تن در استانبول در ترکیه تجمع کردند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هم در این تجمع حضور داشت و سخنرانی کرد. او حملات ترکیه علیه مواضع کردها در شمال عراق و سوریه رو مبارزه با تروریسم توصیف کرد و گفت گفت حماس گروه تروریستی نیست، بلکه اسرائیل اشغالگر و جنایتگر جنگیه. اردوغان مدعی شد که غرب از تروریسم حمایت میکنه. در مصر پس از سقوط دو پهپاد در مناطق مسکونی، رئیس جمهور مصر از تمام طرفهای درگیر خواست تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مصر احترام بذارن. خب این دو پهپاد جمعه در مناطق نزدیک به مرز اسرائیل سقوط کردند و باعث مجروح شدن 6 تن شدند. مقامات اسرائیل میگن که این دو پهپاد رو حوثی‌های یمن برای هدف قرار دادن اسرائیل شلیک کردن. یک مقام نظامی در مصر هم تایید کرده که این دو پهپاد از جنوب دریای سرخ اومده اند. رئیس جمهور مصر همزمان در مورد افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها هشدار داده و گفته که منطقه ممکنه به یک بمب ساعتی تبدیل بشه. با همزمان با ادامه درگیری‌ها بسیاری از مقامات منطقه‌ای و حتی جهانی هم گفتگوهای تلفنی رو انجام دادن و یا واکنش نشون دادن. همونطور که گفتم وزارت خارجه عربستان هر نوع عملیات زمینی در غزه رو محکوم کرده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی با امیر قطر گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی خواهان موضع قاطع کشورهای اسلامی در مقابل حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی شده. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا هم با سامح شکری همتای مصریش گفتگو کرده. وزیر خارجه مصر گفته که کشورش مسئول عدم انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه نیست و او تلویحاً اشاره کرده که اسرائیل مسئوله. وزیر خارجه قطر هم با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کرده. وزیر خارجه قطر خواهان توقف درگیری‌ها و انتقال کمک‌های بشردوستانه شده. وزیر خارجه بریتانیا همچنین با نخست وزیر عراق هم تلفنی گفتگو کرده. نخست وزیر عراق خواهان ایفای نقش جامعه بین‌المللی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات اسرائیل در غزه شده. در عراق یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه مقتدی صدر خواهان بسته شدن سفارت آمریکا در عراق شده. نجیبه؟ بله. سوران جان از قطعنامه ملل بپرسم که قطعنامه برای آتش بس البته در غزه واکنش هایی را در جهان به ویژه در منطقه در پی داشته، چی هستی واکنش ها؟ خب بسیاری از کشورها از این قطعنامه از جمله ایران، ترکیه و شماری دیگر از کشورها استقبال کرده اند. در این حال خب این قطعنامه غیر الزام‌آور بوده و اما در مقابل همین کشورها سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل رو به باد انتقاد گرفتن که گویا به نقشش برای توقف حملات اسرائیل در غزه عمل نکرده و مانع توقف این حملات نشده. همزمان جامعه بین المللی هم کشورها انتقاد کردند، مخصوصا ایران، ترکیه و شماری دیگر از کشورها جامعه بین المللی رو متهم کردند که به اسرائیل چراغ سبز نشون دادن که به غزه حمله کنه. حتی اردوغان امروز در سخنرانیش گفت که کشورهای غربی و جامعه بین المللی که برای مردم اوکراین اشک می‌ریختند چرا اکنون در مقابل حملات اسرائیل به غزه سکوت کرده اند. در کل این قطعنامه با حمایت استقبال شماری از کشورهای منطقه روبرو شده، اما همزمان کشورها
سازمان ملل رو به ویژه شورای امنیت از شورای امنیت انتقاد میکنن که به وظایف خودش عمل نمیکنه. بله نجیبه، ممنون سوران جان از گزارشت.